آیا باید از دولت‌ها انتظار داشت حقوق بشر را مبنای سیاست قرار دهند؟ منافع ملی است که می‌تواند راهنمای سیاست‌گذاری دولت‌ها باشد یا حقوق بشر؟ سلام، من داریوش کریمی هستم. یکی از تلاش‌های نیکولو ماکیاولی، نظریه پرداز سیاست در سده 16، این بود که سیاست را از قید مذاهب و نظریه‌ها و ایدئولوژی‌های رنگارنگ نجات دهد. اما شاید این نشانه ناکامی ماکیاولی است که نیم هزار پس از او ربط سیاست با حقوق بشر از جمله پرسش‌های اساسی جهان معاصر است. آیا حقوق بشر باید مبنای سیاست‌گذاری دولت‌ها شود؟ مثلا آیا دولت‌های غربی باید حقوق بشر را کارپایه مناسبات خود با دولت ایران قرار دهند؟ آیا دولت‌های غربی نگرانی زنان افغان از امکان بازگشت طالبان و پایمال کردن حقوق زنان را باید جدی گیرند؟ آیا این دولت‌ها باید منافع ملی خود را نمایندگی کنند یا حقوق بشر را؟ حتی در حوزه سیاست داخلی نیز از این سوال گریزی نیست. سیاستمدار باید مصالح جاری را مبنای کار خود قرار دهد یا حقوق بشر را؟ مثلا اگر اکثریت شهروندان یک کشور خواهان توقف پذیرش مهاجرین باشند و اقتصاد آن کشور نیز چنین چیزی را اقتضا کند، دولت چه سیاستی باید در پیش گیرد؟ از مهمان‌های این هفته می‌پرسیم ربط سیاست با حقوق بشر چیست و آیا سیاستی که حقوق بشر را مبنا قرار نمی‌دهد و معطوف به منافع ملی است ضرورتاً به سیاست عاری از حقوق بشر خواهد انجامید؟ شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان، خانم صدر معتقده که باید دولت‌ها نه منافع ملی بلکه حقوق بشر را مبنای سیاست‌گذاری قرار بدهند. پویا ایمانی، دانشجوی فلسفه در دانشگاه ساسکس. آقای ایمانی چندین کتاب در حوزه فلسفه و فلسفه سیاسی به طور اخص به فارسی ترجمه کرده و معتقد بین حقوق بشر و منافع ملی تناقضی نیست. و هوشنگ امیر احمدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه راتگرز. آقای امیر احمدی معتقد منافع ملی است که باید مبنای سیاست قرار بگیره و نه حقوق بشر. بگذارید از خود شما شروع کنیم آقای امیر احمدی. چرا معتقدید منافع ملی و نه حقوق بشر باید راهنما یا مبنای سیاست‌گذاری دولت‌ها باشه؟ اولا از اینجا شروع کنم که من فکر کنم اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از بزرگترین و مهمترین دستاوردهای تاریخ بشریت. یعنی هر کس بخواد اهمیت این اعلامیه رو کم بها بده، بهش دست کم بگیره، به نظر من اصلا انسان نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا این بخشی از جریان این انسانیتیه که قرن‌ها همدیگر رو کشته، جنگ کرده، استثمار کرده، استعمار کرده، ترسونده، خشونت کرده و بالاخره دنیا به این نتیجه رسیده، بشریت به این رسیده که نمیشه، یه راه دیگه هم هست که بتونیم بین خودمون زندگی کنیم. این یک نکته خیلی مهمه. نکته دوم اینه که به هر حال اعلامیه جهانی حقوق بشر الان جزء قوانین بین‌المللیه، یه چیز فقط یه نظریه نیست، یه چیز عادی اونجا نیست. واقعا کشورها قبول کردن که همچین چیزی به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر اونجا هست، یه اصولی داره، موادی داره که باید رعایت بشه. این دو تا رو من بگم اول که نمیخوام خدای نکرده سوء تفاهم ایجاد بشه. نکته سوم، متاسفانه یا خوشبختانه اعلامیه جهانی حقوق بشر در چهارچوب دولت‌ها و سازمان ملل شکل گرفته، نه در چهارچوب ملت‌ها و مردم. یعنی اون هنوزم اون بحث اقتدار حکومت‌ها هستش، نه اقتدار مردم، که مبنای اساسی این حقوق بشره. یکی از مشکلات اعلامیه جهانی حقوق بشر هم اونجاست. یعنی دوستانی که به اصطلاح فعال حقوق بشر هستن، متاسفانه اولین مشکلشون اینه که این اعلامیه در یه چارچوبی نوشته شده که این چارچوب نمیخوره به اون فعالیتایی که اینا میکنه، بر یه جایی گیر میفته. حالا چرا اون مشکل وجود داره؟ برای اینکه دولت‌ها، یه سری دولت‌ها جغرافیا دارن، میگه من ایرانم، اون میگه من امریکام، اون میگه اروپام. توی جغرافیا زندگی میکنن، توی این جغرافیا یه ده آدم دارن، میگه من شهروند داره. دولت ها میگن ما
برابر این اون حقی که حتی سازمان ملل به ما داده، ما با این شهروندا بیشتری حقوقی داریم به اینا میدیم، بعد در مقابلش یه سری وظایفی هم اونا دارن انجام بدن، یه مسائلی هست. بنابراین دولت ها ضمناً فقط با مردم خودشون دارن زندگی نمیکنن، جغرافیا دارن با مردم خودشون دارن زندگی نمیکنن، با مردم های دیگه هم دارن زندگی میکنن. به همین دلیل اینجا بحث منافع ملی مطرح میشه. یعنی شما از یه طرف یه دولتی دارید که میخواد منافع ملت خودش رو، منافع اقتصادیش، سیاسیش، فرهنگیش، جغرافیاییش اینا رو تامین کنه، از یه طرف دیگه یه کشوری مثل امریکا در مقابل ایرانه یا انگلستان در مقابل ایرانه که باید در چارچوب اون هم این دولت فکر بکنه و منافع به اصطلاح بین المللی خودش هم تامین کنه. اینجا معمولا گاهی بچار تضاد میشه این دوتا با هم. مثلا شما معتقد هستید که دولت آمریکا باید در چارچوب منافع ملی خودش عمل کنه و نه در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران؟ چرا چنین چیزی؟ ببین من فکر نمی کنم که دولت، ببین دولت ها میگن، چرچیل گفته اینو، میگن دولت ها نه دوست دائم دارن نه دشمن دائم، منافع دائم دارن. حالا من کاری با اون ندارم که واقعا این جمله چقدر درسته، ولی واقعیت اینه که امریکا با ایران سر حقوق بشر مسئله نداره، واقعیت نداره. اگه داشت که با عربستان سعودی داشت، که اگه داشت که با کویت داشت، اگه داشت که با بحرین داشت. دولتی که میاد روی ایران تحریم میذاره و این مردم جوانای ایران رو بیکار میکنه، برای اینکه صنایع بسته میشن فلان اینا، این حقوق بشر اون جوان ایرانی رو داره ضایع میکنه. برای اینکه یکی از اصول حقوق بشر ایرانی ها کاره. بله. ببین من متاسفانه توجه این سیاست بر اساس منافع ملی دولت آمریکاست. دقیقاً من دارم عرض میکنم که دولت آمریکا اونجا ننشسته که نگران حقوق بشر ایرانی ها باشه. اون نگران حقوق ملت خودشه و در چارچوب حقوق ملت خودش با ایران برخورد میکنه. چون یادت باشه این اعلامیه در چارچوب جغرافیا نوشته شده، جغرافیای متفاوت دولت‌ها. نتیجه عملی این که دولتی که باید هم در چارچوب منافع ملی خودش کار بکنه، متاسفانه برای یک کشور دیگری ممکنه ضایعه حقوق بشری داشته باشه. بله، و این همون چیزی که رئال پلیتیک یا سیاست واقعگرا نامیده میشه که در موردش صحبت خواهیم کرد. خانم صدر، شما تا چقد با این ایده ها موافق هستید؟ من فکر میکنم که طبیعتاً حقوق بشر به عنوان یک دستاورد بزرگ بشری و نه یک ایدئولوژی یا یک مذهب، بلکه دستاوردی که خرد بشری با تجربه هولناکی که ازش عبور کرده و تجارب هولناکی که ازش عبور کرده امروز به اینجا رسیده، ما باید خوشحال باشیم از اینکه خوشبختانه جامعه جهانی به اون چه کشورها به طور کلی در عرصه جامعه جهانی و چه در عرصه سیاست‌گذاری داخلشون به اون سمت نمیرند که همواره در واقع یک تعارض غیر قابل حلی بین منافع ملی و حقوق بشر ببینن، بلکه هرچی بیشتر میگذره ما اینو میبینیم که کشورها به این سمت میرن که جوری منافع ملیشون رو تعریف بکنن که مطابق با حقوق بشر باشه. و این البته خواست دولت‌ها نیست. دولت‌ها همواره اصرار داشتن به اینکه اصل حاکمیت سرزمینیشون سر جاش باشه، در چارچوب مرزهاشون هر کاری دلشون بخواد بکنن، منافع ملی رو جوری تعریف کنن که ساختار قدرت میخواد، ولی در واقع این خواست ملت ها، سیاست ملت ها. اگه ما حقوق بشر رو به عنوان اتفاقا دستاورد ملت ها تعریف کنیم و جامعه مدنی که قرن ها تلاش کرده برای اینکه این اصول و این ارزش ها به توی عرصه جهانی به عنوان قانون شناخته بشه، ما میبینیم که مدام در واقع این تلاش ها در عرصه صورت گرفته و به در جهتی صورت گرفته که دولت ها رو وادار بکنه به اینکه هرچی بیشتر به حقوق بشر احترام بذارن، چه در عرصه سیاست داخل و چه در عرصه سیاست بین الملل. در این اینکه معتقدید که دولت ها به سمتی میرن که تعارض بین منافع ملی و حقوق بشر ایجاد نشه، اگر در حال حاضر تعارضی باشه، معتقد هستید حقوق بشر باید اولویت قرار بگیره؟ قطعا. من فکر میکنم یه منازعه دائمی بین اصل جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله یا اصل حاکمیت سرزمینی همواره در جریان بوده، ولی هرچه ما اگه ما تاریخ تحول حقوق بین الملل و که حقوق بشر هم جزی ازش هست رو نگاه بکنیم، میبینیم که هرچه جلوتر میایم دولت ها حاکمیت خودشون رو بیشتر و بیشتر واگذار میکنن
در جهت منافع بزرگتر، یعنی منافع ملی خودشون رو اون چیزی که تعریف میکنن به عنوان منافع ملی واگذار میکنن در جهت منافع بین المللی، جامعه بزرگتر، هرچه بیشتر تعهدات بین المللی رو میپذیرن که حاکمیتشون محدود میکنه. مثال بارزش به نظر من وقتی که بیشتر کشورهای دنیا الان عضو دیوان بین المللی کیفری هن. یعنی پذیرفتن که یک قوه قضاییه بین المللی فراتر از صلاحیت سرزمینی و حاکمیت سرزمینی بر اونها نظارت بکنه، خودشون اینو پذیرفتن. ولی در واقع در اثر فشار مردمی و فشار در واقع جامعه حقوق بشری بوده که اینو پذیرفتن. ولی آقای امیراحمدی میگن که وقتی که این تعارضات پیش میاد نمیشه انتظار داشت دولت‌ها، از جمله مثال دولت آمریکا در ارتباط با تحریم ایران رو گفتن، نمیشه انتظار داشت دولت‌ها حقوق بشری رو مبنا قرار بدن و مجموعه حقوق بشر اینجا جاش رو میده به منافع ملی. شون میگن دولت آمریکا رو نمیتونی برش ایراد بگیری که چرا مثلا تحریم اعمال میکنه، برای اینکه اون تحریم‌ها رو در چارچوب منافع ملیش میاد اعمال میکنه بر ایران. شما احتمالاً انتظارتون از دولت آمریکا کاملا متفاوته، نه؟ قطعا. من همونطور که گفتم دولت‌ها به طور کلی، هیچ دولتی نیستش که علاقه به اجرای حقوق بشر داشته باشه. من میتونم به ذرس قاطع بگم کم و زیاد داره، خوب و بد داره، یعنی توی در، ولی به طور مطلق میتونم بگم دولت‌ها اصلی ترین ناقضان حقوق بشر بودند، همواره و خواهند بود. جالب اینجاست که اتفاقا دولت‌ها، حالا ایشون مثال آمریکا رو زدم، من میخوام مثال جمهوری اسلامی رو بزنم، هر جا که به نفعشون باشه از قاعده اصل جهان شمولی دفاع کردن و هر جا به نفعشون بوده اصل عدم مداخله رو آوردن. مثلا جمهوری اسلامی در سیاست بین المللی مدام این رو تکرار میکنه که کار فرضاً دولت‌های فرانسه یا ترکیه در این که دانشجویان مهاجره به دانشگاه راه نمیده خلاف حقوق بشر، خلاف اصل آزادی ابراز مذاهب، اصل آزادی بیان، اصل حق زن بر بدنشه. و در عرصه سیاست داخلیش خود جمهوری اسلامی اصل این اصول رو هیچ کدوم به رسمیت نمیشناسه و حجاب رو اجباری میکنه و وقتی هم بهش انتقاد میشه میگه این در واقع مداخله در امور داخلی منه یا اینکه به رسمیت نشناختن فرهنگ این مملکته. آقای ایمانی شما در این میانه چه نظری دارید؟ من حرفم مایلم با یکی از آخرین نکاتی که خانم صدر حرفشون رو باش به پایان بردن شروع بکنم. گفتن که اصلی ترین ناقض حقوق بشر دولت ملت ها هستن، یعنی دولت های ملی هستن و کاملا حرف درستیه. منتها یکی از تناقضات ساختاری خود اعلامیه جهانی حقوق بشر که اساسا میشه حتی نام تزویر یا دورویی روش گذاشت دقیقا همینه که مجری خودش رو، کارگزار خودش رو دولت ملی اعلام میکنه و یکی از هولناکترین تبصرها یا بندهای حقوق بشر اعلامیه جهانی دقیقا اونجایی هست که اعلام میکنه که تحت لوای وضع فوق‌العاده یا وضع اضطراری دولت‌های ملی به صلاح دید حاکمانشون طبعا موقتاً میتونن بعضی از این حقوق رو، نه اون چند تا مهم اصلی یا 4-5 تا اول، به حال تعلیق در بیارن، به محاق بفرستن. این در یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشره؟ بله. در بله کدوم بند هستش؟ من رفرنسش رو نمیبرم دقیقاً در کدوم بند، ولی هست دقیقاً پیش بینی شده این تضاد بین در واقع جهان روایی و مطلق بودن حقوق بشر با در واقع جنبه جزئی و موقتی حاکمیت ملی. بله. این تضاد پیش بینی شده و تحت عنوان اینکه در شرایط اضطراری یا وضع فوق العاده که تعریفش هم این هست که حیات یک ملیت در کلیتش به مخاطره یا تهدید افتاده باشه موقتا میشه بعضی از اینها در واقع به محاق بره. هیچ نیازی نیست ما حتی تاریخ قرن 20 رو مورد مطالعه قرار بدیم تا وضع‌های اضطراری یا وضع‌های فوق‌العاده بی‌شمار رو ببینیم. همین دو سه دهه اخیر هم به راحتی و به عینه گویای در واقع مؤید این حکم هست. بیشتر منو برمیگردونه به یه حکمی که از حقوق روم استخراج شده که به لاتین میگه necessitas legem non habet، یعنی وضع اضطراری قانون نمیشناسه. بله. قاعده نمیشناسه. و کیه که ندونه که حاکمان همیشه تحت عنوان اعلام وضع اضطراری منافع خودشون رو، منافع عینی و مادی و این جهانی خودشون رو به جای منافع کلی ملت جا میزنن و به راحتی میتونن حقوق بشر رو به حال تعلیق در بیارن. نیازی هم نیست لزوما کشورهای اقتدارگرا و استبدادزده مثل جمهوری اسلامی رو مثال بزنیم. تو خود آمریکا بعد از حملات 11 سپتامبر انواع تضییع و نقض حقوق بشر اتفاق افتاد. حرف من این هست خود حقوق بشر که در واقع جنبه اونیورسال و کلی و جهان روای دموکراسی مدرن هست
حد خودش رو، مرز کارایی و منشأ اثر بودن خودش رو به عنوان تمهید تو خودش پیش بینی کرد. بنابراین خودش به کارگزار خودش رو دولت‌های ملی قرار داد. خب این در این اینکه نقدیه به نظر مدافعان حقوق بشر، به طریق اولا نقدیه، بله، یه نقد جدی‌تر به نظر آقای امیر احمدی. بله. این در واقع سابقه طولانی هم داره. یه مثال بسیار بارزش آقای امیر احمدی در تاریخ قرن بیستم فیلسوفی به اسم کارل شمیت، یه فیلسوف فوق‌العاده آگاه به تحولات جهان معاصر خودش بود، ولی همین فیلسوف اومد از نازیسم دفاع کرد. چرا؟ چون گفت که بعضی وقتها دولت‌ها میتونن حتی از قوانینی که خودشون گذاشتن تخطی کنن، عدول کنن، و این کارل شمیت رو به دفاع از هیتلر کشوند. نظر کارل شمیت این بود که منافع ملی رو به گفته اون اتوریتی، یعنی قدرت مسلط، میتونه تعریف کنه. آیا این خطر به این ترتیب همیشه وجود نداره که منافع ملی یه خیلی کوتاه حرفتون رو قطع میکنم و معتقد بود که حاکم، تعریف حاکم، کسیه که میتونه در مورد وضع استثنایی یا وضع اضطراری تصمیم گیری بکنه. خب این دفاع از منافع ملی به راحتی میتونه به موارد اینچنینی کشیده بشه دیگه. یک دولتی قانون خودش رو به کلی مسکوت کنه، نمیدونم حکومت نظامی اعلام کنه، یا نمیدونم کودتا کنه و انواع اقسام حالتهای اضطراری، اینها رو هم در چارچوب منافع ملی توجیه کنه. ببینید، عرض کردم از ما اولش، متاسفانه اعلامیه جهانی حقوق بشر در چهارچوب دولت‌ها نوشته شده. بله، شما هم این نظر رو میگم. من دارم میگم که این اشتباه است. از اول این اعلامیه با اشتباه شروع شد. باید در چهارچوب منافع ملت‌ها، مردم نوشته میشد. یعنی به دولت نباید این حق رو میداد که تو اگه اضطراری، مسئله اضطراری داری، باید اینجا و اونجا رو میتونی جلوشو بگیری. این یک مشکل من نیست. مشکل این اعلامیه است. به بله. مشکل کسانی است که از اولش این اعلامیه رو اینجوری گذاشتن توی سازمان ملل. بله. این نقدی است که شما و آیه ایمانی درش شریک هستید. بله. بسیار. اما یه نقد دیگه مهمتر در صحبت‌هایشان هست و اون این که منافع ملی رو قدرت‌های مسلط به نفع خودشون تعریف میکنن. خب ببین. و بعد یه نظریه پردازایی مثل کارل شمیت هم پیدا میشن این رو توجیه کنن. نه، خب ببینید چاره چیه. ببینید واقعیت اینه که دارم عرض میکنم که اساس این فکر دولت ملت اینه که به هر حال یه عاملیه که یه سری کارهایی رو میتونه، مثلا دولت ها حق انحصاری در مورد کاربرد زور دارن، توی چارچوب این جریان هست. فکر من نیست، متاسفانه اون چیزی که اونجا تعریف شده از اینکه این دولت چیه، چه کار میکنه، از اولش مبنا غلط بودیم. خوشبختانه داره عوض میشه. اونجا خانم شادی صد فرمودن داره یواش یواش این جریان عوض میشه. الان دارن ملت ها میگن نه خیر، حق حاکمیت با ماست، نه با دولت. نکته دیگه که هستش، همونجوری که خانم شادی هم صدرم فرمودن، یک تضاد اساسی هست بین اصل حاکمیت ملی در چارچوب جغرافیا و این جهانی بودن حقوق بشر، بحث حقوق بشر. ببین، واقعیت اینه که اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اساس، من نقد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو از خانم صدر باید بپرسم، برای اینکه ایشون مدافع اعلامیه جهانی حقوق بشر هستن. من نقد نظریه دفاع از منافع ملی رو از شما میپرسم. اگر دولت‌ها منافع ملی خودشون رو اولویت اساسی قرار بدن و اون بر حقوق بشر بچربه، به چه جور دنیایی میرسیم؟ ببینید، اولا من فکر می‌کنم یه اشتباه اساسی سر اصلا بحث منافع ملی. بله. اینجا هستش. مثل اینکه، بله، ببین، برای من، بله، منافع ملی دو بخش داره. بله. یه منافعی که ملت‌ها در رابطه با ملت‌های دیگه دارن. بله. یه سری منافعی که ملت‌ها در رابطه با خودشون، روابط خودشون دارن. مثلا منافع ملی شامل مثلا منافع اقتصادی ملت هست. یعنی که تو ایران باید کسی بیکار نباشه، فقر باید نباشه، آموزش رایگان برای بخش حداقل جامعه باشه، مردم باید خونه داشته باشن، باید سرپناه باشه، میدونید، باید آزادی‌های ابتدایی داشته باشن، باید حداقل بتونن حرف بزنن، باید انتخابات آزاد باشه، کسی را به خاطر ایدش چیز. ببین، اینا به نظر من بخشی از تعریف منافع ملیه. متاسفانه ما بحث منافع ملی رو هی میبریم بین کشورها. اون بحث به قول خودمون سنتی منافع ملیه. متاسفانه به طور سنتی
سنتی، بحث منافع ملی، بحث منافع بین کشورها شده. منافع ملی ایران فقط در رابطه با منافع امریکا تعیین میشه، تبیین میشه، در حالی که اینجوری نباید باشه. منافع ملی برای ملت ایران یک سری منافعی که درون خودش هست. صلح درون ملت ایران همونقدر مهمه که صلح بین ایران و امریکا. بله. وقتی که ملتی درون خودش صلح نداره، نمیتونه به صلح درون ملت ها برسه. این تعریف منافع ملیه. بله. بنابراین من میخوام بگم که اگه در این چارچوب شما فکر بکنید، بنابراین تعریف من از این که مبنای حرکت دولت باید منافع ملی باشه، هیچ تضادی با این تعریف، این با اعلامیه جهانی حقوق بشر نداره. برای اینکه من اعتقاد دارم اعلامیه جهانی حقوق بشر یه دستاورد بزرگیه، یه اصولی داره، اصول سیاسی داره، یعنی در واقع یه سری حقوق طبیعیه. بله. میگه آقا انسان ولی اونجا باید که یه سری حقوق قانونی داره. بله. ولی اونجا که تعارض پیش میاد، منافع ملیه که گفتید مهمه. بازم این دولت منافع باید منافع ملی که تعریف میشه در چارچوب درون ملت. بله. و بین ملت ها. بله. یعنی من خودم به شخص هرگز مثال، منافع ملی رو مثال مهاجرت رو که در مقدمه زدم، اگر دولتی بیاد مهاجرت در اون کشور رو محدود کنه به این دلیل که منافع ملی ایجاب میکنه، از نظر شما این پذیرفتنیه؟ هر چند این میتونه نقض منافع مهاجرانی باشه یا پناهندگانی باشه که بخوان پناه بیارن. دقیقاً. من اعتقاد دارم این درسته، برای اینکه منافع ملی مردم ایران یعنی اول همه، یعنی کار برای جوان ایرانی. بله. آزادی برای زن ایرانی. خب اجازه بدین خانم صدر ببینیم نظرشون چیه. مثال خوبی زدین. من میخوام در واقع نمونه خیلی خیلی روشن که جلوی چشممون هست در مورد ایران صحبت بکنم و مهاجران افغان. برای اینکه یکی از اصلی ترین سیاست هایی که دولت ایران، یعنی در واقع گفتمان هایی که دولت ایران پیش میبره برای سرکوب مهاجران افغان، برای اینکه حقوقشون رو ضایع بکنه، استناد به منافع ملی، همین که بحثی که آقای میرحمدی گفتن و خیلی روشن شد نظرشون چیه در مورد حقوق بشر توی این مثال مشخص، و اینکه اول باید جبر جوان ایرانی کار پیدا بشه. این هم حرفیه که دولت احمدی نژاد میزنه و دولت های دیگه در ایران زدن که این همه جوان ایرانی بیکارن، برای چی افغان ها باید بیان، مهاجرین افغان باید بیان این فرصت های شغلی رو پر کنن. من فکر می کنم که دو تا نکته مهمه در مورد بحث منافع ملی و اینکه اگر منافع ملی به این شکل تضاد پیدا کنه. دولت جمهوری اسلامی ایران عضو بسیاری از کنوانسیون های بین الملل از جمله کنوانسیون حقوق پناهندگان هستش که مجبورش میکنه که حقوق حداقلی رو برای مهاجران افغان به رسمیت بشناسه. این بحث همین امروز اینجا در بریتانیا هم هستش. بسیاری از ایرانی هایی که در بریتانیا امروز زندگی میکنن قربانی سیاست های ضد مهاجرت دولت محافظه‌کار بریتانیا امروز هستند. بنابراین یک بحث مهاجرت یک بحث جهانیه که در واقع مدام حقوق انسان‌هایی که به هر دلیلی نمیتونستن در کشور خودشون زندگی کنن یا شرایط زیست انسانی و منصفانه نداشتن، فرار کردن و پناه آوردن به سرزمین‌های دیگر رو ما ضایع می‌کنیم در کشورهای مختلف با استناد به این. برای من به عنوان فعال حقوق بشر، مرزهای سرزمینی، مرزهای قراردادی ارزشی نداره، جایی که قرار انسان‌ها توش خوشبخت نباشن. ولی آقای امیرحمدی و برای شما ارزش داشته باشه یا نداشته باشه، اون چه که سیاست دولت ها رو پیش میبره عملا همینه. برای اینکه برای همینه که من گفتم دولت ها بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند. اینها کارگزارانی هستند که باید روز از پی روز سیاست مدون کنن و سیاست اجرا کنن. اگر حقوق رای دهندگانی که به اینها رای دادن رو اینها نادیده بگیرن، عملا چه خواهد شد؟ ببینید، دولت ها میتونن، من همونطور که اول برنامه هم گفتم، منافع ملیشون رو جوری ترجمه کنن که با حقوق بشر سازگار باشه. اگر دولتی به عنوان مثال دولت جمهوری اسلامی ایران در توجیه سیاست های خودش، سیاست های غلط اقتصادیش که موجب افزایش تورم شده، موجب بروز بیکاری شده و و و همه این خلاها رو، همه این بی تدبیری ها و بی مدیریتی رو خالی کنه سر مهاجران افغان، بله معلومه که افغان ستیزی و سیاست های ضد مهاجرتش در واقع در بین مردم طرفدار پیدا میکنه. اما اگه یاد بده از همون روز اول آموزش بده، وظیفه خودش همونطور که آقای امیران وظیفه خودش در آموزش حقوق بشر رو یاد بده که یک بچه افغان، مهاجر افغان هم مثل یک بچه‌ای که در ایران به دنیا آمده و بزرگ شده حق داره سر کلاس بره. بله. حق داره آموزش ببینه و حق داره از ابتدای ترین حقوق انسانی برخوردار باشه، و اگه که به تعهدات بین‌المللی خودش در واقع در این زمینه
عمل بکنه، ما اصلا مسئله ای نداریم. یعنی مسئله اینه که دولت ها همینجاست. ببینید، مثلا الان شما آقای احمدزاد مثال میزنید، من برای شما آقای اوباما رو مثال میزنم. من دولت بریتانیا رو مثال زدم. مثال بزنم، الان شما توی امریکا هر موقع که وضع اقتصادی خراب میشه، شدیداً بر علیه مهاجرت حرکت ایجاد میشه. ولی هر موقع که وضع اقتصادی خوبه، بله، خب چیز سیاست مهاجرتشون خیلی لیبرال میشه. خیلی واقعیت اینه که ببین، من که عرض نکردم که من دارم از این سیاست میگم اون درسته، میگم این سیاستی که واقعیت اینه که اینجوری اتفاق میفته، چه یعنی در دوست داشته باشیم نداشته باشیم، یعنی نظر شما این است که واقعیاتی که سیاست واقع‌گرا رو پیش میبرن خواه نخواه اعمال خواهند شد بر رفتار دولت ها. دقیقاً میشه از این نتیجه گرفت که شما سیاست حقوق بشری رو عملی نمیدونید؟ ببین، سیاستی که مبناش حقوق بشر باشه رو عملی نمیدونید؟ ببین، من فکر میکنم که حقوق بشر حتما باید راهنمای دولت ها باشه برای سیاست گذاری و حرکت به جلو، ولی همیشه در هر شرایطی نمیتونه مبنا باشه. یعنی چی؟ یعنی بنده بیام بگم آقا مبنای من حقوق بشره، پس بنابراین اگر 5000 تا ایرانی بیکاره و 5000 تا افغانی دارن تو ایران کار میکنن، نمیتونم اینو افغانی ها رو بیرون کنم، ایرانی ها بیکار بمونن. من اگر رئیس جمهور ایرانم باشم میگم نخیر آقای افغانی، من به عنوان رئیس جمهور ایران وظیفه اولیم و اصلیم این ملتیه که این جوونیه که توی این چارچوب مرز من زندگی میکنه، میخوام ایشون کار داشته باشه. خیلی متاسفم، اگر 100 اگه 10 تا کار دیگه هم داشتم به شما میدادم، ولی چون 10 تا کار دیگه هم ندارم و شما کار این جوون ایرانی رو گرفتی، من معذورم، چون مسئول شما یک جای دیگه ای هست. پس شما مهاجرین افغان رو اخراج خواهی کرد اگر فکر کنید کار جوانای ایرانی رو گرفتی؟ اگر مجبور بشم بین جوون ایرانی و جوون افغانی یکی رو انتخاب کنم، حتما جوون ایرانی رو انتخاب میکنم. بیام بگم نه خیر آقا، من مشکلم شما نیستی، شما بخشی از جامعه بشری هستی، توی قزوین چی میگم توی برزیل مردم بیکارن، توی نمیدونم افغانستان بیکارن، توی بولیوی بیکارن، من باید اول ببینم که چجوری میتونم برای همه اینا با همتون با یه چشم نگاه میکنم، چون بحث حقوق بشره. بنابراین من مجبورم ببینم که مثلا از این 100 دلار پول نفتی که دارم 50 تاش میفرستم برای برزیل، 10 تاش میفرستم برای بولیوی، بقیه هر چیمون برای شماست. این اصلا این نمیتونه عملی باشه. این اصلا یکی از مشکلات اعلامیه جهانی حقوق بشر هم همینه که بر اساس یه سری فرضیات و اصول بنا شده که عملا ابستره هستن، انتزاعی هستن. یعنی مثلا میگم، بله، مثلا میگه حقوق بشر، میگه که فرضی که فرضیات اساسی حقوق بشر اینه که دو دنیا مرز وجود نداره. این نیست، واقعیت مرز وجود داره. خب اجازه بدید ببینیم آقای ایمانی، من فکر میکنم موضع‌گیری های امیر احمدی که البته با کمال احترام هیچ کم از فاجعه نداره، یعنی یه همچین تضادی بین یه افغانی و یه ایرانی قائل شدن و بعد حکم به اگر تضادی به وجود بیاد بیرون روندن، این فقط از یه تناقض فلسفی خیلی خیلی بارز بین حاکمیت ملی و حقوق بشر سر میزنه که خیلی به چشم اومدنی و مشهوده. اون همین که حقوق بشر ظاهرا داعیش این هست که حقوق بشره، یعنی انسان رو به محض متولد شدن در نوع هوموساپینس حقوقی براش متصور میشه و قاعدتا داعیش اینه که از حقوق طبیعی مستخرجه، در حالی که اصلا و اولا متکی به حاکمیت ملی هست، یعنی حقوق شهروند. یعنی شما به صرف تولد در نوع بشر لزوما صاحب حق نیستید مگر اینکه یک اجتماع سیاسی حقوق شهروندی تضمین شده برای شما به رسمیت شناخته باشه، تنها در دنیایی که مرز به کلی از بین رفته باشه. ولی بذارید از اول ما این بحث رو مرور کنیم که شما باز کردید، برای اینکه خیلی بحثا توش بود، حقوق طبیعی در قیاس با حقوق شهروندی. وقتی ایشون میگن که در شرایطی که اون چیزی که در جهان انگلیسی پابلیک گود خونده میشه، یعنی منافع مردم خیر عمومی، و اینجا عمومی مردمی هستن که به این سیاستمدار رأی دادن یا این سیاستمدار فکر میکنه نمایندگیشون میکنه، وقتی بین این و حقوق بشر به عنوان یک حقوق جهان شمول تعارض هست، ایشون میگن که واقعیتی که خودش رو اعمال میکنه دفاع اون دولت از خیر عمومی در درون اون محدوده جغرافیاییه. چی کار باید کرد؟ ایشون در مورد واقعیتی که خودش رو اعمال میکنه صحبت میکنن. آفرین. ببینیم واقعیتی که خودش رو داره اعمال میکنه، واقعیت دیگری هم در کنارش هست که به همون حد واقعیه. کسانی که میخوان خواهان در واقع امهای وضع موجودن، اونها هم تا اهمیت واقعی هست.
در واقع منم واقعیت دارم کنار امیر احمدی و من معتقدم که اساساً بقای شکل دولت ملت، بقای شکل دولت ملی در واقع و حاکمیت نافی و ناقض حقوق بشر خواهد بود و حقوق بشر چنان که در این اعلامیه که الان هست مندرجه خواه نخواه مبتنی و متکی بر حاکمیت ملیه. وضعیت پناهنده ها، افراد فاقد تابعیت، تمام کسانی که یا به نحوی نفی بلد شدن یا اصلا خودشون خواستن در واقع ترک تابعیت بکنن، آدم هایی که در حال حاضر فاقد تابعیتن قاعدتا بنابرای عقل سلیم باید بیشتر از هر کس دیگه زیر چتر حمایت حقوق بشر باشن، در حالی که به خاطر اینکه شأن حقوقیشون توسط یک دولت ملت خاص ازشون سلب شده عملا مشمول چتر حمایت حقوق بشر هم نمیتونن بشن، به خاطر اینکه کارگزار حقوق بشر دولت‌های ملی هستند. دقیقاً حاکمیت ملیه. بله این واقعیت به چیزی که وجود داره. ببخشید. بله چون بگید. بله من فکر میکنم که برگردیم برای اینکه بحثو کردن زمین‌تر بکنیم و مشخص‌تر رو همین بحث مهاجران افغان بمونیم. برای اینکه آقای امیر احمدی خیلی به روشنی نشون دادن که اعتقاد به حقوق بشر ندارن به نظر من، برعکس چیزی که در مقدمه گفتن. چون وقتی که تو به این ارزش‌ها اعتقاد داشته باشی و سیاستمدار باشی، سیاست بودن نافی مدافع یا معتقد به حقوق بشر بودن نیست از نظر من. این دوتا میتونه در یک آدم جمع بشه و اون تضادی که ایشون بین این دوتا برقرار میکنه وجود نشه بشه. وقتی تو یه سیاست مداره، ایمانی هم معتقد تضاد عمقی هست. بله حالا به اونم خواهیم پرداخت. وقتی تو سیاست مدار مدافع حقوق بشر هستی و اعتقاد داری بهش، سعی میکنی در حل و فصل منازعه ای که پیش اومده در این مورد خاص بحث مهاجران افغان در ایران به گونه سیاست گذاری کنی که ضمن اینکه حقوق اولیه مهاجران افغان به عنوان یک انسانی که تابعیت نداره یا در واقع از حقوق شهروندی برخوردار نبوده، حقوق شهروندی بهش بدی و به عنوان یک انسان بهش بگی تو حق داری مسکن داشته باشی، تو حق داری غذا داشته باشی، تو حق داری آموزش داشته باشی، بهداشت داشته باشی و غیره، بدون اینکه لزوما تضادی ایجاد بکنه با منافع ملیت، با حقوق اقتصادی سایر ملیت‌ها. بذارید به شکل یه سوال خیلی خلاصه همین رو از آقای امیر احمدی بپرسیم. اگر منافع ملی مبنای سیاست دولت ها قرار بگیره، آیا خواه نخواه چند قدم بعدی این سیاست دولتی سیاست عاری از حقوق بشر نخواهد شد؟ برای اینکه منافع ملی شما ایجاب میکنه این یا اون مهاجر رو اخراج کنید، در قدم بعدی منافع ملی ایجاب میکنه که مثلا آزادی بیان نظری، گروه‌های سیاسی رو بندازی زندان، اینا همه با منافع ملی توجیه میشه به راحتی. ولی اولا من بذار به خانم شادی صد اعتراض بکنم که بگفت بنده به حقوق بشر اعتقاد ندارم. من فکر میکنم اون خودش نقض حقوق بشر بنده است. یعنی شما به عنوان یک حقوقدان حقوق بشر اصلا نباید این حرف رو به کسی بزنی که شما اعتقاد به حقوق بشر نه، شما واقعا نمیدونید. من دارم یک بحث اجازه بدید اجازه بدید اجازه بدید من شما حرف زدید من گوشید میخوام بگم که اصولا این بحث اشتباه است. بنده عرض کردم برای من منافع ملی ورای منافع بین ملت ها، اصلا بین دولت ها، بین ایرانی و افغانی است. اولا منافع ملی رو به نظر من باید درون خود ایرانی ها شروع کرد، بعد میگم صلح درون ملت، بعد بین ملت ها. این اصل قضیه. نکته دوم بنده عرض میکنم که دولت، طبیعت دولت هیچ ربطی به بحث منافع به این جریان حقوق بشر نداره. شما دولتی داری بسیار دموکراته ولی همون جور در مورد منافع ملی و حقوق بشر عمل میکنه که یه حکومتی که خیلی هم دیکتاتوره. من توی امریکا 40 سال توی امریکا زندگی میکنم، من مرتب دیدم که دولت، اگر من اعلامیه جهانی حقوق بشر رو بذارم رو میز و سیاست های دولت امریکا رو بر اساس اون ارزیابی کنم، میبینم که حداقل 50% نقصه، مرتب نقصه. ببین میخوام بگم که ما داریم از یه چیز ایدئال صحبت نمی کنیم. یک واقعیت اونه که هم کشورهای دموکرات و هم دیکتاتور این کار میکنن. من دارم میگم که دولت امریکا وقتی روی ملت ایران تحریم میذاره و به جوان ایرانی بیکار میشه، خب این دولت ها نقض حقوق بشره. این دولت ها بر اساس منافع ملی خودشون میگن. دقیقاً. ولی من میخوام بگم که دقیقاً من ایراد بنابراین میخوام بگم که واقعیت اینه که این اتفاق میفته، ولی من هیچ وقت به امریکا ایراد نکردم. چرا؟ برای اینکه میگم دولت امریکا در چارچوب منافع ملت خودش داره اول فکر میکنه، اگر چیزی ازش موند در رابطه با ایران فکر میکنه. متاسفانه اینجوری شده. ببین یه نظم بین‌المللی داریم دولت ها، این نظم من قبول ندارم، ولی این نظمی که وجود داره
خب من یه دولتی اونجا وجود داره که من این دولت رو قبول ندارم، ولی این دولت اونجا وجود داره، اما میخوام بگم که چجوری میشه با این نظمی که وجود داره خب دولت ها هم منافع ملی خودشون رو حفظ کنن و هم اعلامیه جهانی حقوق بشر زیر پا گذاشته نشه. ببینید این حرف به نظر من خیلی انتزاعیه، یعنی بالاخره ما اگر حاکمیت ملی رو، دولت رو به عنوان شکل ظهور و تجسم منافعی تعریف میکنیم، این رو هم باید به طور موازی بپذیریم که منافع آدم ها رو یا حقوقشون رو مریخی ها که نقض نمیکنن، منافع دیگری داره نقض میکنه. تصادم و تعارض منافع همیشه وجود داره. حقوق بشر بنا بود بنا به داعیه اونیورسالیته و جهان شمولیش یه چتری باشه که علی رغم این تضاد منافع حقوق رو برای بشر به مثابه بشر به رسمیت بشناسه، در حالی که تا زمانی که حاکمیت ملی مبتنی بر حقوق شهروند هست و هر آدم قبل از اینکه بشر باشه، هوموساپینس باشه، باید شهروند دولت ملت خاصی باشه، این تعارض خیلی بنیادی جلوه میکنه. این نمیتونه اینجوری حل بشه. چه جوری این تعارض باید حل کرد؟ دولتی که اونجا واقعیه به این تعارض واقعیه مبنای حرکتش از کجاست؟ از شهروند یا اون بشر به قول شما یا به قول خودم ابسترست، کدوم یکیه؟ تمام بحث من همینه. ما نمیتونیم یکی یه حاکمیت ملی داشته باشیم یه حقوق بشر و بعد بخوایم اون وسط به نحوی از انها یکی به میخ بزنیم. ولی واقعیت هست. ولی میدونم واقعیت هست. من تا قضیه که این واقعیت رو میشه عوض کرد. امکانش هست. شما در قوم نظم جهانی رو زیر سوال ببرید. آره. من بعدا قبول دارم. شما میگید نظم جهانی رو به هم بزن، سازمان ملل رو به هم بریز. نه نه نه. اصلا اعلامیه جدیدی در مورد حقوق بشر بنویسید. خب این تو حرف خودتون بود. خودتون چند دقیقه پیش فرمودید که اعلامیه تعجب میکنید از اینکه چرا اعلامیه جهانی حقوق بشر همچنان سالها دهه ها بعد از تصویبش همونی که بود مونده و خودتون ضرورت این رو اعلام کردید که باید تغییر بکن. قبول دارم. بسیار خب، من فکر میکنم که خود حقوق بشر، اگر کسانی که این رو دستاورد خیلی بزرگی میدونن، خود حقوق بشر بعد از نپذیرفتن واقعیت موجود به عنوان یک چیز صلح اتفاق افتاده. یعنی ما اگه واقعیت رو ملاک قرار بدیم، یه چیز صلح سخت غیر قابل تغییر بدونیم، خب به این ترتیب روشنه که تغییر از اونجایی به وجود میاد که ما این رو نپذیریم، یعنی احساس بکنیم که با چیزی که باید باشه همگن نیست. نه ببین مثال بزنم، من تغییر مثلا چی میگم؟ فرض کنیم که الان اعلامیه جهانی حقوق بشر دومی نوشته میشه، بنده در پریامبلش هم مقدمش میگم که اصل حاکمیت با مردم نه با دولت ها، از اینجا شروع میکنم. خب اون وقت قضیه حل میشه. چرا قضیه حل میشه؟ برای اینکه اصلا بحث این که دولت باید کارگزار باشه می کنار گذاشته میشه، به ملت کارگزار میشه. متاسفانه بازم حل نمیشه به تو به نظر. نه ببین حالا بله. ببین به هر حال همه چیز مسائل همیشه میمونه، ولی به نظر من از به اصطلاح اقتدار دولت به اقتدار ملت ما یک دنیا تغییر ایجاد خواهیم کرد و من فکر کنم که اعلامیه جدید و بعدی جهانی حقوق بشر اگه دوباره نوشته بشه، اعتقاد دارم حتما اون مقدمه رو میاره، برای اینکه غیر از اون کار دیگه نمیتونه بکنه، مگر اینکه بازم اینو بده دست ملت، دولت هایی رو که دیکتاتور هم هستن، همه جور هم توش هستن. بس اجازه دارم خیلی کوتاه، فقط میخوام بگم که این فرقی نمیکنه، به خاطر اینکه تا زمانی که این شکل سیاسی، یعنی فرماسیون سیاسی دولت وجود داره و محو نشده به طور کامل و یک دموکراسی همبسته اینترنشنال فارغ از مرز، حالا ممکنه اینا خیلی رویایی باشه، اما میخوام بگم به هر حال تناقضی که هست فقط با اون حل شدنیه. آیا واقعا باید اجرای کامل حقوق بشر رو واقعا موکول دانست به اون زمانی که آقای ایمانی میگه؟ من توی این در واقع ایده با ایشون بسیار همدلم که ما نباید نظم موجود جهانی، نظم موجود جهانی یا ساختارهای فعلی مسلط و ساختارهای قدرت مسلط رو به عنوان یک امر غیر قابل تغییر و غیر قابل مناقشه و غیر قابل اعتراض و نقد ببینیم. اساساً کار کرده فعالان حقوق بشر، فعالان مثل ساختار قدرت درون خانواده است که اساساً کار کرده فمینیستا این بوده که به این ساختار مسلط و این ساختاری که قرن‌ها ادامه داشته و قدیمی ترین در واقع ساختار قدرت در جامعه بشری اعتراض کنه. من راجع به تغییر پارادایم دارم حرف میزنم. درست تو همون بحثی که شما کردیم برمیگردم به مثال انرژی هسته‌ای و مثال نوع رابطه دولت‌های غربی با دولت ایران و میگم که تمام تلاش ما تو این تمام این مدت این بوده که بگیم این پارادایم باید تغییر کنه، بگیم که انرژی هسته‌ای مسئله اصلی مردم ایران نیست، مسئله اصلی ایران حقوق بشره و پارادایم در واقع نگاه جامعه بین‌المللی، تنظیم روابط قدرت در جامعه بین‌المللی با دولت ایران باید از تمرکز روی اصل مسئله انرژی هسته‌ای بره
تمرکزش رو بذاره روی حقوق بشر. بله. ببین بحث حقوق بشر متاسفانه توی ایران مخصوصا یه بدآموزی شده در موردش. وقتی که شما اعلامیه جهانی حقوق بشر مثلا میخونی میگی که آقای بس مثلا میگه آقا انسانی که بیکاره حقوق بشرش ضایع است. شما چند تا حقوق بشر ایرانی اکتیویست ایرانی میشناسی که اومده میگه آقا این جوونی که 4 میلیون ایرانی که بیکارن حقوق بشرشون ضایع است. همه بحث ما البته اینم درستم هست، بحثمون زندانیهای سیاسی و اینا، این من هم هیچ مسئله باش ندارم، خیلی هم اعتقاد دارم که باید زندانی های سیاسی اونایی که توی یعنی معتقد هستید خود فعالان حقوق بشر هم حقوق بشری رو بد فهمیدن؟ در بد فهمیدن، میگم چرا بد فهمیدن؟ میگم توضیح بدم، یه نکته دیگه هم هست. متاسفانه دوستای ما میان حقوق بشر رو 3 تا ماده است، هر کدومش که دوست دارن میگیرن، اون دیگه که دوست ندارن میذارن کنار. ببین الان توی اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه آقا دولت موظف اجراشه، باید بله. آموزش بده. خب اجازه بده، حالا وقتی شما شما نمیتونی بگی من این اصل رو قبول دارم این یکی رو قبول ندارم، بس جدا ناپذیر این اصول. سوالم اینه چطور شما برای انسان ایرانی حق کار قائلی ولی برای انسان افغانی حق کار قائلی؟ چون ایرانی نه من قائلم، من قائل هستم اجازه بدید. من برای انسان من برای انسان افغانی حق کار قائلم، اما میگم وظیفه دولت بر اساس این که به اون انسان افغانی به اون تابعیت نداره کار بده. من مثلا وقتی که دارم حرف میزنم میگم دولت آقای کرزای تو حقوق بشر ملت افغانستان رو زیر پا گذاشتی برای اینکه این ملت میدونید کار نداره، نمیتونه حرف بزنه، آزادی بیان نداره، آزادی انتخابات نداره. بعد میگم آقای دولت جمهوری اسلامی تو هم حقوق بشر رو داری ضایع میکنی برای اینکه انتخابات آزاد نمیذاری، جلوی خانم صدر رو گرفتی که نمیتونه حرف بزنه. بله خب اجازه بدید، ما الان هزاران ایرانی داریم که در کشور ترکیه پناهندن، فاقد تابعیت ایرانی هستن برای اینکه فرار کردن از ایران و ممنوع الخروج بودن، پاسپورت نداشتن و همه اینا، فاقد تابعیت هیچ کشور دیگه هم هستن. آیا اینا حق کار کدوم اگه نظر شما رو راجع به اینکه دولت ها هستن که وظیفه دارن به شهرونداشون حقوق بدن، اون هزاران ایرانی که در ترکیه فاقد هر گونه تابعیت، دولت جمهوری اسلامی حقوق اونا رو ضایع کرده، دولت جمهوری اسلامی اینا رو باید برگردونه، حقوق شهروندیشون اینه که برگردن ایران، چون ایران به عنوان یه شهروند بمونه. نه نه ببین حالا نمیکنه، حالا دولت امریکا ایران نمیکنه، یه بحث دیگه است. اما یا دولت ترکیه رو هم مورد نقد قرار خواهید داد که وضعیت پناهجویان ایرانی مقیم یا برای کسایی که بله اجازه کار ندارن در ترکیه، سالهاست در ترکیه هستن اجازه کار ندارن، بچه‌شون نمیتونن برن مدرسه، دلخراشی دارن یا نه؟ من فکر کنم که من بازم عرض کردم همه دولت ها امضا کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر رو، به این یه قانون بین المللیه باید رعایت کنه دولت ترکیه، بر اساس نظر شما اجازه بدید توضیح بدم. بله. باید رعایت کنه، اما مسئولیتی رو که برای دولت ایران در قبال این پناهنده ها میبینم در رابطه با دولت ترکیه نمیبینم. من اینو میخوام بگم. بله شما صحبتی داشتید. خب با کلیت بحث های امیر احمدی که مسلما مخالفم، به خاطر اینکه دقیقا همین خطر رو، یعنی خطر شکل‌گیری چنین موضع‌گیری های کاملا غیر انسانی و هولناکی رو میبینم که تناقض رو برمیگردونم به ساختار حقوق بشر و اصلا وجود چیزی به اسم دولت ملی. ببینید یه مثالی که تو صحبت‌های قبلی هم گفتم بلافاصله به ذهن متبادر میشه، مثال فرد فاقد تابعیت هست، همین مثالی که الان گفتن. این آدم یک جامعه سیاسی پشتش رو خالی کرده، یعنی تنها جامعه‌ای که تنها در واقع منبعی که میتونست برای این حق سیاسی، حق شهروندی قائل بشه. به این ترتیب اولین چیزیش که زیر سوال رفته حقوق بشرشه، چون حقوق بشر متکی به اون حق در واقع شهروند بودن و اون حقوق شهروندیه. به این ترتیب ما با آدمی مواجهیم، آدم فاقد تابعیت عرض می‌کنم، که اوریان شده، برهنه شده در مقابل زور حاکم. به این ترتیب شما از این مثال فرد بدون تابعیت استفاده میکنید، بگید که در این که صحبت آقای امیر احمدی مورد نقده که چنین شخصی به این ترتیب مثلا دولت ترکیه در قبالش هیچ مسئولیتی نداره، بله. در این حال معتقدید همین این نشانه یه حفره کاملا موجود در
حقوق بشر در اعلامیه جهانیه به این دلیل که فردی که تابعیت نداره عملا ناشناخته و به رسمیت نیافته است، درسته؟ درسته، مضافاً بر این که این حفره صرفاً تو حقوق بشر نیست. من هیچ شکی ندارم به خصوص در مورد جامعه خودم ایران که فعالان حقوق بشر اصلا تونستن از مبارزه، چون ما الان کسایی داریم تو زندان که به صرف فعالیت برای حقوق بشر توی جمهوری اسلامی زندانین، یعنی حقوق بشر چنان که من در دست کم اینجا دارم نمایندگی میکنم نقدهای متأخر فلسفی بر ساختار حقوق بشر رو، اما در این حال آگاه هم که حقوق بشر توی کشوری مثل ایران تبدیل میشه به یه اکت سیاسی، به یه جور فعالیت سیاسی. بنابراین اونجا یه مقدار کمرنگ میشه بحثی که من دارم میکنم، شاید به همین خاطرم یه مقدار اینجا توی در واقع دیسکور مربوط به ایرانی خود انتزاعی به نظر برسه. اما به شدت معتقدم که حقوق بشر به هیچ وجه بشر رو به مثابه بشر خطاب قرار نمیده، بلکه ساختار حقوق بشر تنها در زمینه ای ممکن شده که ساختار حاکمیت ملی یا دولت ملت نقش داره. این به همین خاطر هم است که متفکری به نام هانا آرنت توی کتاب سرچشمه‌های توتالیتاریسم فصلی داره که به خوبی این تضاد رو در واقع شرح میده. اسم اون فصل اصلا اینه، فروپاشی دولت ملی و پایان حقوق بشر. این دوتا رو همبسته با هم و مرتبط با هم قلم داد میکنه. خانم صد، اگر چنین نقدی وارده، واقعا آیا این ترتیب حقوق بشر به طور مشخص در اعلامیه جهانی حقوق بشر میتونه ابزار بسیار کارآمدی باشه برای جلوگیری از پایمال شدن انسان کنونی در جهان کنونی؟ ببین، من فکر میکنم که ایدئال ما واقعا به عنوان کسایی که اعتقاد دارن به حقوق بشر اینه که مرزهای سرزمینی نباشه، اینکه دولت ملت ها وجود نداشته باشن، اما در این حال اعتقاد دارم که در حالت فعلی، در شرایط کنونی دنیایی که با زندگی میکنیم و در ساختارهای قدرت فعلی، اگر قرار باش، اگر سیاست داخلی، اگر چیزی که بهش میگن منافع ملی که معلوم نیست منافع ملی یا منافع دولتی، بیشتر منافع دولت هاست و همون چیزی که ایشون بهش میگن رئال پلیتیک، قرار نباشه که محدود بشه با حقوق بشر، یعنی حقوق بشر این رو تا جای ممکن محدود نکنه، ما با تجارب هولناکی مثل فاشیسم هیتلر مواجه خواهیم شد. و این داستان ارزش دادن به این که دولت مردان تعیین کنن، قدرتمندان تعیین کنن که منافع ملی چیه و ملت‌ها رو به اون سمت و سو ببرن، در واقع ما رو با تجارب بسیار هولناکی مواجه خواهد کرد. بنابراین تو شرایط فعلی من از این دفاع میکنم که تا جای ممکن، منم ایدئالم اینه که حاکمیت سرزمینی وجود نداشته باشه، مرزها وجود نداشته باشه، ولی در شرایط ممکن من از محدود شدن هر چه بیشتر ممکنه حاکمیت دولت‌ها به نفع حقوق بشر دفاع می‌کنم. یکی از حقوق اساسی که در همین اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شده حق امنیته و همین دولت‌های ملی از ابزارهای مهم حفظ امنیت و تأمین امنیت شهروندان بودن. بنابراین نمیشه اونجوری که شما و آقای ایمانی میگین پذیرفت که بله دولت ملت ها اگر باشن نقض حقوق بشر هم وجود خواهد داشت. خیلی از اوقات اینها ابزار تأمین حقوق بشر بودن، از جمله حق امنیت. به همین دلیله که میگم من از محدود شدن هرچه بیشتر ممکنه حق حاکمیت دولت ها به نفع اعمال حقوق بشر دفاع میکنم و به همین معنا دفاع میکنم تا حد ممکن حاکمیت دولت ها محدود بشه، برای اینکه توسل به زور بکنن، برای اینکه مداخله نظامی کنن، برای اینکه امنیت جهانی رو به خطر بندازن. و در اونجا هست که از قواعد عامره حقوق بین الملل کمک میگیرم. بله. برای اینکه حاکمیت دولت ها به نفع حقوق بشر محدود بشه. این بحث اصلا هیچ مشکلی نداره. منم میخوام حق حاکمیت دولت ها و قلدربازی هاشون و دیکتاتوریشون محدود بشه. منم از دیکتاتورها بدم میاد. منم فکر میکنم باید دولت ها دموکراتیک باشن. ولی واقعیت جامعه ما اینه که من میخوام بگم، اینه بخوام بگم که دولت‌های دموکرات، اصلا دیکتاتور رو فراموش کن، دولت‌های دموکرات، دموکرات ترین دولت‌های دنیا امروز خودشونو مجبور گاهی میبینن حقوق بشر رو زیر پا بذارن. واقعیت که میذارن، این کارو میکنن. حالا دیگه مثال نزنیم، میخوام بگم چرا این اتفاق میفته. آیا این دولتی که دموکراته و رأی ملت خودش هم داره این کارو میکنه واقعا ابیوزر یا بخواد حقوق بشر رو واقعا ضایع کنه؟ نه، آقای اوباما فکر میکنم همونقدر به حقوق بشر اعتقاد داره که خانم صدر داره. اما آقای اوباما اونجا در چارچوب رئیس جمهور امریکا منافع ملی منافعی رو باید ازش دفاع کنه و مرزهایی رو ازش دفاع میکنه و مسائلی داره که من و خانم صدر نداریم. خیلی کوتاه
بله حتما. فقط یه جای اشاره کردم و من اینجا بیشتر به گفتمان خانم صدر میخوام نزدیکشم، یه خورده پایین‌تر از اون ایدئالیزمی که تا الان نمایندگیش میکردم. این که گفتن بعضی وقت دولت‌ها مجبور میشن نقض حقوق بشر بکنن، موارد بیشماری میشه برشمرد. به عنوان مثال که اصلا اجباری در کار نیست. همین چند وقت پیش خبری بود مبنی بر اینکه نیروهای MI6 بریتانیا یکی از اپوزیسیون معمر قذافی از شرق دور با خانواده‌اش دزدیدن و تحویل دستگاه امنیتی مخوف قذافی دادن، احتمالاً به خاطر چونه زدن سر قراردادهای نفتی. فکر میکنین اون به این دلیله که دولت بریتانیا منافع ملی رو راهنمای خودش کرده؟ مسلماً منافع ملی رو مقدم شمرده بر حقوق. این که اصلا در شکی نیست که منافع ملیشون. تعریف منافع ملی هم میتونه تعریفی غیر از اون چیزی که شما میگید باشه، یعنی یک دولتی میتونه منافع ملیش رو طوری تعریف کنه که ایجاب نکنه بره یک مخالف دولت قذافی رو از این جای برداره. اینجا نفس امکانش مسئله است. ببینید این امکان وجود داره، چون ما چیزی به اسم منافع ملی داریم که میتونه استثنایی بر قاعده حقوق بشر قلمداد بشه. مسئله این تضادی هست. بله. که خواهنخواه وجود داره تا زمانی که شکل دولت ملت وجود داره. و همین دلیل حقوق بشر میتونه راهنما باشه، ولی مبنای سیاست به طور عملی نمیتونه باشه. مطمئنم جواب دارن دوستان دیگه، ولی زمان مناسبه برای پایان برنامه. به آخر بحث این هفته پرگار میرسیم. ممنون از شما که این برنامه رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه، شادی صدر، پویا ایمانی و هوشنگ امیراحمدی. در صفحه پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی هم میتونید برای ما ایمیل بفرستید و هم برنامه رو ببینید. نسخه صوتی یعنی پادکست برنامه هم در صفحه پرگار در وبسایت هست و از فیسبوک برنامه مطابق معمول میتونید استفاده کنید و همین بحث رو اونجا ادامه بدید. شب و روز بر همه شما خوش.